حامیان حزب حاکم هند حملات خود را علیه مسلمانان هند تشدید کردند. اقداماتی که به گفته منتقدان مجازات مسلمانان به دلیل رأی دادن آنها علیه حزب راستگرای هندو بهارات یا جاناتا بی چی پی می باشد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه کرده توجه فرمایید. حباب خوشبینی که پس از شکست نارندا مودی نخست وزیر هند در کسب اکثریت مطلق به وجود آمد، به سرعت از بین رفته و در عوض احساس بیم و ناامنی قابل لمس در میان مسلمانان نسبت به تشدید خشونت، خصومت و آزار و اذیت دولتی غالب شده است. مسلمانان هند امیدوار بودند که پس از نتایج انتخابات پارلمانی حزب راستگرای هندوی بهارات یا جاناتا بی جی پی در ائتلافی با احزاب کوچکتر منطقه‌ای از ادامه سیاست دو قطبی کننده صرف نظر کرده و همچنین این اعتقاد وجود داشت که نتایج به دست آمده منجر به کاهش حملات با انگیزه های مذهبی در کشور شود. برخی از ناظران تغییر در عملکرد دولت وابسته به ائتلاف مودی را پیشبینی کرده بودند و امیدوار بودند که استراتژی فراگیرتری برای تعامل با اقلیت‌ها و همچنین مهار نیروهای هندوتوا و تقویت حس تعلق در میان مسلمانان اتخاذ شود. اما همکنون به نظر می‌رسد دولت مودی در حال افزایش روش‌های سرکوبگرانه است و منتقدان معتقدند افزایش خشونت علیه مسلمانان انتقام نتایج اخیر انتخابات است. خشونت جمعی نیز بیوقف ادامه دارد و تنها چند روز پس از اعلام نتایج مجموعه از حملات خشونتبار و مرگبار، شورش‌ها و تخریب‌هایی که مسلمانان را هدف قرار می‌دادند در نقاط مختلف کشور رخ داد و موجب شد که گروه‌های ملی‌گرای هندوتوا در دوره سوم نخست وزیری مودی جسورتر شوند. از زمان اعلام نتایج نظرسنجی در 4 ژوئن حداقل چند مورد قتل عام مسلمانان در مناطق مختلف هند گزارش شده است. رهبران اپوزیسیون این اقدامات خشونتبار و قتل‌های دست جمعی را با آپارتاید در آفریقای جنوبی مقایسه و ادعا کردند که هدف از این گونه اقدامات این بوده که اطمینان حاصل شود هرگز هندوها از مسلمانان چیزی خریداری نخواهند کرد. دولت هند با هدف قرار دادن برخی از اعتقادات مذهبی مسلمانان هفته گذشته لایحه‌ای را ارائه کرد که در آن اصلاحاتی در قانون وقف در سال 1995 صورت گرفته و به دولت هند اختیار نظارت بر وقف اموال مسلمانان و دخالت در امور مذهبی یا خیریه آنان را می‌دهد. خشونت جمعی، تخریب اموال مسلمانان و نفرت پراکنی علیه مسلمانان در موارد متعدد طی روزهای اخیر در نقاط مختلف هند بارها گزارش شده است. تخریب خانه ها و اموال مسلمانان تحت عنوان بهانه های مختلف به روندی تبدیل شده که مورد انتقاد محافل مختلف حقوق بشری قرار گرفته. اقدامی که هدف از آن این بوده که مسلمانان نباید به چیزی در کشورشان اعتراض کنند و از حق دموکراتیک ابراز نارضایتی به عنوان یک شهروند برابر در هند برخوردار نیستند. از این تخریب ها برای ترساندن و ارعاب مسلمانان استفاده می شود. اگرچه دولت سعی کرده است این تخریب ها را با غیر قانونی بودن ساخت این اماکن توجیه کند، ولی به تدریج شاهد روندی هستیم که در آن تخریب خانه ها به عنوان مجازات برای علل دیگر در نظر گرفته می شود. جشنواره های مذهبی هندوها هم که اغلب توسط حزب راستگرای هندوی بهارات یا جاناتا و دولت هند برای جلب حمایت از رای دهندگان مورد استفاده قرار می گیرد، معمولا منجر به افزایش خشونت های جمعی علیه اقلیت ها می شود. حزب کمونیست هند نیز به طور مشابه به افزایش حملات جمعی در پی شکست‌های انتخاباتی متحمل شده توسط بی جی پی اشاره و خاطر نشان کرده که بی جی پی و افرادگرایان هندوتوا سعی در انتقام گیری از دیگر اقلیت‌ها را دارند.
افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب. بنده نیز عرض سلام میگم خدمت شما همکار عزیز و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. ممنونم جناب افضل رضا. در رابطه با آینده وضعیت مسلمانان هند با توجه به پیروزی دولت حاکم چه پیش بینی دارید؟ بفرمایید. ممنونم از این وقتتون. با توجه به نتایج غیر منتظری که حزب ناریندرا مودی رهبر حزب افراطی بھارتیہ جنتا در انتخابات اخیر هند منجر به شوکی بزرگ برای حزب ضد مسلمان و افراطی وارد شد، اینا مجبور شدن با چند حزب دیگه دست به ائتلاف زده و دولت فعلی رو تشکیل بدن. متاسفانه نه تنها ادعاهای حزب حاکم وقت یعنی دولت ناریندرا مودی برای حفاظت از حقوق اقلیت‌ها که بیشتر از اونها مسلمانان هستند نه تنها برآورده نشد، بلکه گزارش‌ها حکایت از اون داره که احزاب همسو با دولت ناریندرا مودی که دست به ائتلاف با این دولت زدن خواستار تشدید قوانین و سختگیری علیه مسلمانان در تمامی هند به ویژه در بحث کشمیر و مسلمانان شیعه در این منطقه هستش. با توجه به سکوت جامعه بین المللی در خصوص پدیده های اسلام هرزی یا مسلم ستیزی، مسلمان ستیزی در کشور اروپایی، با توجه به جایگاه بین المللی هند با قدرت های غربی، انتظار نمیره که سازمان ملل و سازمان های حقوق بشر بین المللی بخوان هند رو به خاطر افرادگری ها علیه جامعه مسلمانان مورد محاسبه قرار بده. هرچند صداها در داخل هند بلند شده، حتی نهادها و گروه های غیر مسلمان نسبت به رفتارهای نجات پرستانه و آپارتاید دولت مودی معترض هستند و معتقدند که افرادگری های و تشدید اسلام ستیزی و مسلمان ستیزی در هند وجهه هندوستان در جامعه بین الملل و در نزد نهادهای بین الملل حقوق بشر رو پایین آورده. بله، با تشکر از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.